مهمان من در این برنامه به عبارت دیگری ویژه یکی از معدود آهنگسازان زن ایرانی است که برای بیش از 40 فیلم آهنگ ساخته و چند سال قبل هم آلبومی از ساخته هایش با عنوان دیالوگ منتشر کرد. شیدا قرشداغی در کودکی را در خانه اش با موسیقی کلاسیک اروپایی آشنا شد و نواختن پیانو را نزد معلم های روس و ارمنی آموخت. در اوایل دهه 40 خورشیدی برای تحصیل در رشته موسیقی به وین رفت و 10 سال بعد به ایران بازگشت و در کنار آهنگسازی و پیانو نوازی به تدریس موسیقی پرداخت. شیدا قرشداغی از پایه‌گذاران بخش موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و برای بسیاری از فیلم‌های انیمیشن این کانون آهنگ ساخت. او برای اولین بار روش کارل اولف را در آموزش موسیقی در ایران اجرا کرد. خانم قرشداغی در مونترال کانادا زندگی می کند و در خانه اش در همون شهر با او گفتگو کرده. خانم شیدا قرشداغی به برنامه به بار دیگری ویژه خوش آمدید. خیلی ممنون. متشکرم. خانم قرشداغی، روش آموزشی موسیقی کارل اولف، آهنگساز آلمانی، که شما در سال 1348 بعد از اینکه از وین برگشتید در ایران رواج دادید، چه جور روشیه؟ چه تفاوتی داره با روش‌های سنتی معمول؟ خب قدیم معمول بود که خب بچه‌ها رو در سنای خیلی پایین کوچیک میذاشتم پشت یک ساز به اصطلاح حرفه‌ای، پیانو، ویولون و سازهای دیگه، به خصوص این دوتا. و خب بچه ها اغلب خیلی براشون سخت بود و اصلا توی فکرشون، فضای فکرشون جا نمیرفت که یک سازی به این مشکلی رو شروع کنن، تمرین کنن بینا. بعد کارل اورف که یک آهنگساز معروف آلمانیه، اون این متد رو بنیان گذاشت، به این ترتیب که فکرش، یعنی اصل به اصطلاح این متد، این فلسفه است که پشتش خوابیده. و اونم میگه که معمولا بچه‌ها قبل از که برن مدرسه، خب زبان مادریشون رو صحبت میکنن و مشکلی در ابراز احساسشون و اون چی که میخوان ندارن، در صورتی که در موسیقی یهو بهشون گفته میشه که باید مثلا یه کار بسیار انتلکتوئل رو شروع کنن و این مشکل بود. و معتقده که ما با این روش عرف و این سازهای بسیار ساده و به خصوص آهنگای محلی یا بچگونه که به هر حال در سنت هر جامعه هست، میتونیم بچه ها رو آشنا کنیم اول به زبان موسیقی که بخونن، آواز رو بخونن، ریتم رو درک کنن، بعد حرکت کنن که باز هم ریتم رو باید تو بدنشون احساس کنن. و برای کمک هم این سازها هست که خیلی ساده میتونه که سازهای کوبهیه مثل انواع سیلوفونا و تبلها و دایره زنگی ها، اینا میتونن با اینا خودشون بسیار ساده با موسیقی آشنا بشن، یعنی زبان موسیقی رو یاد بگیرن. بعد به یه سنی که رسیدن که آمادگی دارن و دیگه ریتم و حرکت موسیقی رو میشناسن، بعد میتونن پشت هر ساز حرفه‌ای بشینن و انتلکتوئل بفهمن. و در حقیقت یک آسانسازی موسیقیه، آموزش موسیقیه. و در ضمن خب بچه ها از سنین خیلی کم میتونن این کارو بکنن، کوچیک. و به خصوص یعنی ثابت شده دیگه، بازده داده شده دیگه، بله، که بهترین روش عرف این کار رو اوائل قرن 19 ببخشید 20 شروع کرد. و خب این ساده، خیلی هم ساده بود که در هر مدرسه
این سازها رو بذارن و کلاس بذارن و جمعی دست بدن و جمعی کار کردن هم خودش هم یه متده که بتونن با همدیگه همراهی کنن، با همدیگه کار کنن. درسته. حالا مثلا متد عرف اون زمان که شما به ایران بردید این متد رو خب در جاهای دیگه اجرا میشد، یعنی به این شکل در اروپا بودنا. در اروپا امریکا. چرا تا اون موقع در ایران این شکل عوض نمی‌کرد؟ خب از نظر آموزش موسیقی ما خیلی عقب بودیم و هنوز هم هستیم و اونم اینه که خب اولا که به لحاظ مذهبی رواج نداشت، اگر هم بود هر نوع موزیکی که اجرا میشد یا ساخته میشد در فضای موسیقی کاملا سنتی بود و در زیر زمین ها بود و به اصطلاح خانواده های مرفه کمتر سراغ موسیقی میرفتن یا اگر میرفتن خیلی مخفیانه یا خیلی کنار کوچیک فلان. خب وقتی که ما کانون شروع کردیم این و از کتابخونه شروع کردیم یک رفت من تا آخر زمانی که در کانون کار میکردم 51 کتابخونه در تمام ایران من سازا برده بودم، سازا رو برده بودم، مربی ها رو قبلا در حالا ما به این برمیگردیم برای اینکه خب بحث مفصلی هست و کاری که شما در اون زمان کردید. ولی شما قبل از اینکه به وین برید که رفتید برای تحصیل موسیقی در واقع به وین رفتید، من تا قبلش در تهران آموزش موسیقی دیده بودید و این در واقع از کودکی در خانه آموزش موسیقی دیده بودید و مربیاتون کیا بودن اون زمان؟ به چه شکل آموزش میدیدید؟ بله اولین به اصطلاح معلمین موسیقی همه یا روس بودن یا ارمنی بودن یا از اروپا اومده بودن، اروپایی بودن و در حقیقت نسل من ماها اولین مربیای موسیقی یعنی پروفسورای موسیقی ساز در ایران بودیم، نسل ما که بعد دیگه ادامه پیدا کرد یا نکرد. بله بله. و اینها البته طبیعتاً همش موسیقی کلاسیک اروپایی بود در منزل شما و اصلا اون آموزش کودکی شما؟ بله من معلمم دینا باغداساریان بود، یه خانم روس، شوهرش ویولونیست که ارمنی بود، یکی پیانو درس میداد یکی ویولون درس میداد و ما میرفتیم درس خصوصی، من و خواهر برادرم میرفتیم درس خصوصی از اونا میگرفتیم. بله. شما در سال 1348 بعد از 10 سال که در وین تحصیل کرده بودید برگشتید به ایران. بله بله. و در اون زمان هم موسیقی هم درس میدادید و هم آهنگ میساختید برای فیلم بیشتر. ببینید یه خب یکی یکی شروع شد دیگه. اول تو کنسرواتوار درس میدادم، درس پیانو میدادم، بعد در تلویزیون رفتم اونجا چند تا فیلم آموزشی درست کردیم. بعد اون فیلم های آموزشی رو خانم امیر ارجمند دیدن، مال کانون پرورش، مسئول کانون، بله، از من خواستن که برم به کانون. کانون گفتن خب شروع کن، الان ما کتاب خونه همون هیچ آموزش موسیقی اینا هیچی نداره، فقط ما نقاشی داریم که پرویز کلانتری اون موقع کار میکرد و حالا نوبت شماست که موسیقی شروع کنم. بله منم دست خالی، حالا چجوری باید شروع کنم و مربی نداریم، حالا مربی باید تربیت میکردم، بعد ساز خریداری میشد از آلمان، بعد نوار منو تهیه میکردم، نوارهای موسیقی مثلا فرض کنین باله فندق شکن، باله درچه قو، خب اینا داستان داره، موسیقی قشنگ داره، بعد خب یه گوینده داستانو میگفت، موسیقی میومد بر هر قسمت توضیح داده میشد، اینا تکثیر میشد و به کتابخونه ها میرفت. در نتیجه خب به غیر از این بنا بود جزوه نوشته میشد که جوجوری تدریس بکنن،
خب همینا جزو کار من بود دیگه. بله بله. شما خب طبیعتاً ابتدا در تهران شروع کردید و بعد گسترش پیدا کردید به شهرستان‌های دیگه. مربیای شاخصی که اون زمان بودن با شما کار می‌کردند، چه اونهایی که موسیقی از قبل موسیقی بلد بودند و میتونستن خیلی زودتر برن و تدریس بکنن، و چه کسانی که شما تعلیم دادید؟ خب اصلا کیا بودن؟ آدم شاخصشون کیا؟ بله خب بدون تعلیمات قبلی موسیقی که نمیشد. درست. برنامه بود که از دانشجوان موسیقی بگیرم. حالا اتفاقا من در هنرستان علیزاده مثلا شاگرد من بود، دیگه برادران کامکار، دیگه محمدرضا لطفی، بله لطفی، اینا اونجا دانشجو بودن، من دعوت کردم، همه اومدن این تعلیمات رو دیدن و بعد به کتابخونه‌های مختلف با ساز و وسایل فرستاده شدن. البته وقتی میگین شما این تعلیمات رو دیدن، منظورتون به همون شیوه و متد عرف؟ بله بله. اون خب خودش کلی چیز آموزش میخواد دیگه. این یه قسمت تخصصی تو سالزبورگ هست که اونجا مدرک میدن و چیز. چقدر آسون یا مشکل بود شروع کار موسیقی در بخش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؟ خوشبختانه کانون به قدری به اصطلاح باز بود برای کارهای جدید و هنرهای جدید و اینا، که همه جور وسایل در اختیار ما میذاشت و بودجه بنزه کافی داشتیم. بودجه میدادن. اصولا خود کانون زیاد بودجه زیادی اوایل نداشت. خب اوایل نداشت، ولی اون موقع که ما شروع کردیم دیگه دستم نسبتا باز بود. اول تهران همه 18-19 تا کتابخونه مربی گرفتن، بعد خرج سفر میدادن کسانی که به شیراز، اصفهان، شمال، هر جا که میرفتن، از تهران میرفتن. یه سری هم در محل بودن، میومدن آموزش میگرفتن، میرفتن در محل درس میدادن، مثل کرمانشاه. و اون وقت آموزش شما در این سلسله مدارس کانون بیشتر آموزش موسیقی کلاسیک اروپایی بود؟ در کانون ما همون الفبه موسیقی رو درس میدادیم. بعد البته من یه سری مشکل بزرگ ما این بود که ما اشعار به اصطلاح آوازهای بچگانه نداشتیم، درسا که عرف یکی از کارهای عمدش این بود که اون آوازهای بچگانه که سنت بود در جوامع خودشون، اونا رو میگرفت و همون آوازا رو میگرفت و درس میداد. الان مثلا امریکایی ها همین کار میکنن، مال آوازای خودشون رو به اون صورت درس میدن. فرانسوی ها همطور، انگلیسی ها همطور اینا. خب ما نداشتیم، بنابراین چی کار میکردیم؟ اشعاری که داشتیم، نمیدونم عروسک من نمیدونم آبی پوشیده و نمیدونم توپ من قلقلیه، یعنی هیچ حالت مثلا پوئتیک شاعرانه تو این شعرها نیست. هیچ مثلا فکر بچه رو به هیچ جا باز نمی کنه. هیچ نوع درسته که یکی از کارهای مهم اینه که فکر بچه و مثلا این حالت ایمجیناسیونشون میگن، بله، اینو باز قدرت تخیلشون ببره بالا، بالا ببره، روشن کنه. خب پس من مجبور بودم که برم دنبال اشعار خوب. نبود اشعارهای ما همه برای بزرگا شعر میگن. در نتیجه این هم یه مشکلی بود. درسته. که ولی خب این کارهایی که الان رو میز هست، این بعد از اون کارهای اون دوران کانونه. میشه مثلا چند تاشون نشون بدین؟ فرض کن بله این البته اینا کارهایی است که قسمت صدا برداری که دست احمد رضا احمدی بود، ایشون اینا رو اداره میکرد. و خب الان این کار چیز و این البته توش صفحه بله لیلی حوزه که بله. ببینید بسیار کار زیبایی، مال کار مسقالیه. خب اینا برای این مثلا من موزیک ساختم. یا آهوی گردن دراز، این باز موسیقی مال منه، ولی خب ببینیم باز کار بسیار زیبایی است. بله این صفحهش اینجا بود در واقع. بله بله بله. اون وقت
دیگه هست. آها، یکی از کنسرت های مهممون این بود که کتابخونه شماره 18 که تحت سرپرستی علیزاده بود مثلا کنسرت گذاشت، یعنی ضبط کردیم. آها. تمام آوازهای بچه ها با سازها اینه. خب ببینین بل. همکار قشنگی، همکار اساسی. بله بسیاری اینه. آه. بعد در این زمینه البته من اینجا ادامه دادم دوباره. بله. آها. اون موقع مثلا شاگرد شما چه از چه خانواده هایی بودند که تو کلاس موسیقی شرکت میکردند؟ آیا بیشتر طبقه متوسط و خب طبقه بالای جامعه بودند یا اینکه افراد بر معمولی طبقه پایین هم میومدند؟ خوشبختانه کتابخانه های ما اکثرا قسمت جنوبی شهر بود. آها. جایی بود که بچه ها خیلی امکاناتی نداشتن و این کتابخانه ها بسیار زیبا ساخته میشد و خیلی مدرن بود، تمیز بود، گرم بود. موقع زمستون خنک بود، در موقع تابستون در و بچه ها که هیچ امکاناتی در خانواده های خودشون نداشتن، خب مراجعین زیاد بودن در اون کتابخونه های جون. کتابخونه های بالای شهر معمولا کمتر مراجعه داشت، چون بچه ها و فامیلا همه جور وسایل رو براشون احیانا آماده کرده بودن یا خیلی مشغول بودن. شما حالا علاوه بر این کارها طی اون سالهایی از سال 48 تا 58 که از ایران اومدید بیرون آهنگای زیادی برای فیلم ساختید، تو که پیشتر هم گفتم نزدیک به 40 فیلم شما برایش آهنگ ساختید. بله. آها. این از بین تمام این آهنگایی که برای فیلم ها ساختید کدومشون رو به نظر شما یعنی برای خودتون خیلی جذابتر و یا حقیقتش الان 40 سال از اون زمان میگذره و خب من با هر فیلمی که کار کردم و با هر کارگردانی که کار کردم خیلی راضی و خوشحال بودم. و از اینکه خب مورد پسند قرار می گرفت، کارگردان می پسندید، خب من خوشحال می شدم و دیگه روش فکر نمی کردم. از کدوم فیلم های مثلا شاخصی که شما روش آهنگ گذاشتید؟ بله شاخصش خب همون رگباره. بله. بیزایی که خب معروفه و همه می شناسن، جایزه اول فستیوال تهران بود. بله دیگه یک سری فیلم مستند برای وزارت آهنگ ساختم. سریال تلویزیونی بود. بله. که همین باز میشناسین، دایجان ناپلون. آخرینش قارتگران بود. مال متفصلانی. خب و یه سری دیگه بود مثل بازی خونه که یه چیزی شبیه همین فیلم های بچه ها هست اینجا، سسامی استریت، شبیه سسامی اون استریت. برای اون می ساختم. شما بعد از انقلاب یعنی کمتر از یه سال بعد از انقلاب شما ایران رو ترک کردید که البته با توجه به محدودیت هایی که برای موسیقی ایجاد شد و به خصوص برای خانم ها ایجاد شد طبیعیه که به هر حال شما که خیلی آدم پرکاری بودید و دوست داشتید کار بکنید براتون دشوار بود ببونید اینا. در خارج که اومدید چه کارهایی کردید؟ ما بلافاصله بعد از انقلاب ما اومدیم بیرون. یعنی ما بهار اون برگرد یعنی انقلاب شد، ما ماه ژوئن قبل از تابستون اومدیم بیرون. من یعنی مرخصی گرفتم، من مرخصی گرفتم از فاروبی اومدم بیرون و شوهرم هم که توی ارکستر سمفونیک میزد اونم دیگه کاری بش معلوم بود که دیگه از بین رفته. اومدیم رفتیم آلمان. بله. 6 سال آلمان بودیم، فرایبورگ، هر دو درس میدادیم در مدارس به اصطلاح رسمی دولتی. موسیقی درس میدادیم. بعد که خوردیم به اشکال اقامت اومدیم کانادا. بله. بله. شما حالا صحبتم سوالم این بود که چه کارهایی از نظر کمپوزیسیون کرده؟ من میدونم که شما موسیقی برای باله پریای احمد شاملو نوشتید. بله. که در تورنتو هم اجرا کرد. بله. بله. البته من یه سری کنسرت هم گذاشتم اینجا. بعد پریار رو کار کردم که اپرا باله است اسمش. بله.
یعنی سبک کار و اونه که خیلی برام مهمه. بعد اون دیگه یک سری کنسرت هاییست که من گذاشتم به اسم دیالوگ که همش کارهای خودمه. پنج تاست دیگه، پنج تاست سالهای مختلف، یکی دو سال یه دفعه. البته این مال این آخه من این وسط یه دورم رفتم دوباره اتریش. هشت سال اتریش بودیم، هشت سال اتریش بودم و اونجا در مدارس های سکول که درس میدنم، کلاس های جمعی، برای اینکه اونجا موسیقی جزء آموزشه و خیلی خیلی جدی و رسمیه. متاسفانه اینجا مثلا نیست. این مجموعه پنج تا مجموعه دیالوگ که شما کار کردین، اینها در فضاش چیه؟ فضای ایرانیه یا فضای؟ ببینید من موسیقی کلاسیک کار کردم، درسته؟ ولی ایرانی هست. آها، همون منظورم اینه که توضیح این دقیقاً چطوریه که کلاسیک اروپاییه و ایرانی هم هست. بله، ایرانی هست و هر ملتی یه سری کارهای فولکلوریک داره، ترادیسیونل داره که ما میگیم سنتی، و بعد موسیقی کلاسیک داره. موسیقی کلاسیک همیشه متأثر از اون دوتا، درسته؟ درست. همیشه اون در فضاش هست، منتها به لحاظ این که علمی کار میشه به صورت موسیقی کلاسیک در میاد. پس من همه جور تأثیر گرفتم از موسیقی خودمون، چه محلیش چه ترادیسیونش سنتی، منتها به صورت یعنی کارم صورت کلاسیک داره. آها، از نظر تکنیک، تکنیکی کلاب موسیقی کلاسیکه. سازایی هم که انتخاب میکنم کاملا موسیقی. اول البته در این کارهای کانون پرورش مقدار سنتور رو نمیدونم اود و اینا استفاده کردم، تار و اینا استفاده کردم، ولی به نظرم کار درستی نیست. بله، یا در حتی در چیز همین پریا که کلهور کار کرده بود، اون کاملا سواس، یعنی تمام اپرا به سبک کلاسیکه. منتها اون موقع که میگه که چون به اصطلاح قصه پریا با کاملا سنتیه، اون نشسته بود روی صحنه با ستارش و با همون فضای همون سنتی به اصطلاح آواز میخوند که پریا گریه میکردن. همین سه تا پری نشسته بود. کلهور رو گفتین ستار، با کمانچه کار میکرد یا با ستار کار میکرد تو اون؟ ستار. ستار. آها، حالا مثلا مجموعه دیالوگتون در واقع نوع گفتگوی ساز هاست به طریقی، هم سازه. بعضی موقع برها دعواشون هم میشه ظاهرن ساز ها بیرم دیگه، والا نمیدونم، ولی در حقیقت همه چی دیالوگ، همه چی دیالوگ ساز هاست، دیالوگ فرهنگ شرق و غرب، دیالوگ حتی من یه قسمت هایی چیزم قاطی کردم، اومده همینطوری، فکر نکردم. اها. چیز ریتمای سرخ پوستی میاد توش. خب ارشد آقای، شما میگید که هنر موسیقی زلالترین و خالصترین هنر هاست، چرا این رو میگید؟ چرا خالصترین؟ والا حالا این رو شما صحبتشون بکنین باعث دعوا میشه شاید. حالا به نظر من اینطوریه در نتیجه. خب انتظایی ترینه. شما میتونید در فضای موسیقی هر جور خیال بافی بکنین، درسته؟ این به شما در نهایتی که برای شما داستان تعریف میکنه، موسیقی داستان تعریف میکنه. شما میتونین داستانای خودتون رو توش بگنجونی. من اون داستانی که من میگم با اون داستانی که شما برداشت میکنید دو تاست و آره. درسته. آره، بخشی از صحبتاتون هم یعنی دلیلتون شاید اینه که
کلام توش نیست، موسیقی که فقط سازه و خب کلام و موسیقیه، برای این کلام میتونه وقت بهش هویت خب بده. خب اونم دارم آوازهای یک سری هم آواز ساختم اون جداست، ولی به اصطلاح موسیقی کاملا یعنی خالص داستان خودشو داره و اون بسته بینی که شما اونو چجور بشنوه. و سال آخرم اینه خانم قرشداغی، که آیا شما کمپوزیسیون جدیدی در دست دارید یا اینکه به هر حال یا تموم کردید یا احیانا در حال ساختش هستید؟ کارهای کوچیک، کارهای کوچیک همیشه دارم، بالاخره این وسطای آهنگای برای آواز یا برای پیانو می‌سازم. اون هست. یه کار بزرگ دستمه که الان سالهاست دستمه و متاسفانه به لحاظ اینکه چه میدونم جمعیتی آنچنان متشکل ما نداریم، یا اگر داریم خیلی جمعیت های کوچیک کوچیکن. منظورتون در کاناداست؟ بله، یا در خارج؟ بله بله. و خلاصه اجرا یا اپرای دیگه است. اپرای دیگه است بر اساس یه داستان قدیمی، چی میگن؟ میتولوژی. و نتونستم این داستان اساطیری ایرانیه؟ بله بله ایرانیه. ولی اینو نتونستم هنوز به اجرا درارم، ولی نوشتم تقریبا نصفش حاضره. ولی همه این کارها احتیاج به کمک داره، همه این کارها احتیاج به بسیار بودجه داره، تا الان فراهم نشد. به هر حال امیدواریم فراهم بشه و این اپرای شما هم ببینیم. خیلی متشکرم. قربان شما، تشکر میکنم.